آمد؟ یا؟ امیدوار هستم خوب باشین و امیدوار هستم بعد از جلسه که میرین خونه هاتون بهتر باشین و چیزایی دریافت کرده باشین که تأثیر بذاره روی زندگیتون. آمین. خدا رو شکر. رومینا، هفته آینده پنتیکاسته. یا یعنی هفته آینده پنجم یونی، هفته آینده میخوایم اینجا جشن بگیریم و جشن پنتیکاست، یعنی آمدن روح القدس. امیدوار هستم همه شرکت کنه و کسانی هم که بینندگان عزیز نگاه میکنن، شما هم شرکت کنید که واقعا این سالن هفته آینده پر باشه و همزمان هم این هفته هم وقت هم داشته باشین برای دعا کردن، قلبتون آماده بکنین. نمیخوام فقط بگم روز شنبه است، روز یک شنبه است که روح القدس میاد، فقط به هر حال زمانی که ما جمع میشیم، کلیسا جمع میشه، با هم پرستش میکنیم، شکرگزاری میکنیم، دعا میکنیم و قلبهای خودمون هم آماده میکنیم، مطمئن باشین خدا کارهایی میکنه، چون خدا در خفا به قلبهای ما نگاه میکنه. زمانی که جستجو میکنیم رو، وقتمون سرمایه گذاری میکنیم برای او، وقت میگذاریم و همینطور جستجو میکنیم رو، اونجا قلب خودمون رو آماده میکنیم که نه فقط یکم برکت بگیریم، بلکه قدرت روح القدس بگیریم که بتونیم در این دنیا، در هر راهی که ما هستیم، در هر قسمت هایی که ما زندگی میکنیم، بتونیم یا پیروز بشیم و غلبه بیابیم رو هر مشکل. تو این چند مدتی است که عزیزان که کتاب اعمال رسولان رو شروع کردن به خوندن و اعمال رسولان، یعنی زمانی که روح القدس آمد و روی شاگردان 120 نفر بودن که شروع کردن کلام رو الان به تمام دنیا پخش کردن، همون ماموریتی که خداوند بهشان داده بود که برین و امت ها رو شاگرد سازی کنی. به هر حال این چیزایی که میخوندم، بعد از این رسیدم به یک شخصی اسم استفانوس، چطور واقعا یک مردی بود که پر از روح، پر از حکمت و برای شهادت خیلی عالی داشت و چطور اونجا مقاومت کرد، چطور جلوی تمام این فریسی ها و کاهنان ایستاد، چطور شهادت داد از عیسی مسیح. و بعد از اینم میبینیم در باب 6 اعمال رسولان که آمدن او رو کشتن، سنگسار کردن، خیلی دردناک بود. و یک کسی هم اونجا ایستاده بود که اسمش پولوس بود، یعنی پولوس بود و اونم موفقیت رو داد، گفته یا واقعا خودش میخواست این مسیحی های اونایی که در راه مسیح هستن کشته بشن. و بعد از این یه قدرتی هم گرفت و چطور این اجازه رو از این کاهنان گرفت که بتونه بره توی داماسکوس و اونجا عده زیادی از مسیحا اونجا جمع شده بودن که بتونه اونجا برای چیز زندانی توی برگردونه به اورشلیم و همینطورم توی زندان بندازه یا مثلا همینطورم سنگسار بشن، کشته بشن. و زمانی که میبینیم که پولس در این راه بود با غیرت، با یک کشور پشتش بود، یک کاهنان پشتشون بودن و میخواست بره اراده خدا را انجام بده و چطور اونجا در این راه دماسکوس بود که چطور یک نوری آمد، یک نوری به او خورد که از این اسبی که اونجا نشسته بود افتاد زمین و هیچ اطلاعی نداشت چه اتفاقی میفته. و بعد از این یک صدایی شنید که گفته که شاول، چرا منو جفا میاری؟ و بعد از این پولس میگه تو کی هستی؟ که گفته من عیسی هستم که منو جفا میاری. و بلا فاصله خودش هم اونجا با این نوری که مقاومت کرد کور شد. و جالبش اینه که چطور زمانی که دنیا هم همینطور، یا میتونم بگم تمام نیروهای تاریکی و هر چیزی میتونه اسم ببری، زمانی که سعی میکنن
حمله به تو بکنن و تو رو به جفا بیارن و تو رو به هر حال بدی به تو بکنن، چطور در این قسمت عیسی مسیح اونجا جلوی این افراد میسته و میگه که هر کاری که به فرزند خودم انجام میدی به من میکنی. یک بار در موردش هم موعظه کرده بودم، چطور عیسی مسیح اونجا دفاع میکنه. و بعد از اینکه میبینیم که پولس هم رفت به داماسکوس و اونجا داماسکوس هم یک مردی هم بود اسمش هانانیاس بود که در حال دعا بود و خدا آمد اونجا با او صحبت کرد و گفته که برو، الان در یک خیابونی هست اونجا یک مردی هست اسمش شاول، برو و برایش دعا کن. و هانانیاس هم اونجا گفته که این شاول که کلیسای یا فرزندان تو رو جفا میاره، الان من برم اونجا برش دعا کنم. و بعد از این عیسی مسیح اینجا مستقیم بهش میگه در اعمال رسولان باب 9 آیه 15 و 16 میگه که خداوند وی را گفت برو، زیرا که او ظرف بزرگ برگزیدی من هست تا نام مرا پیش امتها و پادشاهان و بنی اسرائیل ببرد، زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمت یعنی دردها برای نام من باید بکشد. و همینطور زمانی که اینو خوندم خیلی جالب بود، زمانی که گفتم که این عیسی مسیح چطور آمد اونجا مقاومت کرد علیه شاول. فقط میبینی که این باب 9 بود و چطور 3 باب قبل خدا همون شاول رو دید، چطور اونجا پسر خودش رو یعنی این استفان رو اونجا سنگسار کرد. خدا همین موقع هم اونجا هم بود که چشمش روی شاول بود و همزمان هم اینجا میبینیم که چطور اونجا به این هانانیاس میگه که برو، من او رو انتخاب کردم. او رو انتخاب کردم که جلوی پادشاهان، جلوی امتها، جلوی اسرائیل موعظه کنه و همینطور هم به اون نشون خواهم که چقدر درد خواهد کشید به خاطر نام من. و خیلی جالب بود برای من که خب بعضی وقت ما این کلاما رو میخونیم و میبینیم که خدا واقعا کارهای عجیب و غریب میکنه. اصلا با بعضی وقت واقعا نمیفهمیم زمانی که با عیسی مسیح رو پیروی میکنیم نمیدونیم چه کارهایی انجام میده. یه زمانی هست که اونجا به شاول اونجا نگاه میکنه چطور استفان رو با لذت سنگسار میکنه و همزمان هم اینجا میگه که این طرف میاد میگه که ببین این من او رو انتخاب کردم. من نه فقط انتخاب کردم کارهای بزرگم انجام بده، من انتخاب کردم و به اوشم نشون خواهم داد چقدر درد و رنج خواهد کشید به خاطر نام من. نمیدونم، ما معمولا تو کتاب مقدس مردهایی هستن، زنهایی هستن که ما دوست داریم مثل او باشیم، نه؟ دبورا چه زنی بود و همینطور هم به هر حال داوود یا دانیال، افرادی هستن که ما مثلا دوست داریم، مثلا میگیم که من مثل او میخوام باشم، نه؟ هست؟ الان نمیدونم کسی هست که زندگی پولس رو میخواست داشته باشه؟ برحال رساله از یادی نوشته. فقط آیا واقعا کسی هست اینجا میگه که منم میخوام زندگی پولوس رو داشته باشم، این خاندگی پولوس رو داشته باشم؟ یا دستتون بلند کردین؟ واقعا بلند کردین؟ ببین خداش خیلی جدی میگیره ها، شوخی نیست، برای من بلند نکنین. زمانی که میگی من میخوام مثل پولوس باشم وای بر تو، به تو قول میدم از فردا خدا شروع میکنه کار کردن. واقعا به شما میگم زمانی که واقعا میگی که من میخوام، خدا شروع میکنه میگه باشه اوکی.
و ما فقط به هر حال فکر میکنیم تمام چیزای خوب رو، رساله ها رو نوشته، همه کارا رو انجام داده و نمیدونم چقدر معروف شده تو کتاب مقدس، زیادترین کتاب رو او نوشته. فقط جالبش اینه که نگاه میکنیم میبینیم که عزیزان چقدر خواندگی هایی هست که در کلیسا وجود داره. معمولا ما اینطوری هستیم زمانی که به پولس نگاه میکنیم یا به پتروس، معمولا شاید مثلا افرادی باشن که میگم من میخوام مثل یوحنا باشم، کسی که خیلی نزدیک با عیسی مسیح بود و با این محبت، این رساله ها هم که نوشته فقط محبت بود. یا اینجا خواندگی های مختلف میبینیم. الان اینجا که نگاه میکنم همه ما به هر حال خواندگی مختلف داریم. یک کسی هست که واقعا خواندگیش هست که واقعا این راه پولس رو بره و اونجا سختی ها به وجود میاد، مشکل هایی به وجود میاد، بنبست هایی قرار میگیره. الان خدا رو شکر در قرن 21 سنگسارش نمی کنن، فقط راه های دیگه هست که میندازن توی زندان، اونجا شکنجه میدن. نه؟ خواندگی های مختلف اینجا وجود داره. ما نمیتونیم الان بگیم که یا با خودمون مقایسه کنیم و میگیم که چرا، مثال میگم برادر حمید حالش هم بهتره، حالش خوبه، هیچ مشکلی زندگیش توی زندگیش نداره، خیلی راحت میاد میره و خدمت های خودش رو میکنه، هیچ مشکلی نداره، و مثلا مقایسه کنیم خودمون با افرادی دیگه. و واقعا افرادی هم هستن که واقعا زمانی که شبانایی هستن، کشیش هایی هستن که نگاه میکنم میگم که چقدر زندگی راحتی دارن، مشکلی اینقدر زیاد وجود نداره، این مشکل هایی که من قرار گرفتم. شاید هم خودتونم همینطور همدیگه رو مقایسه میکنی به دیگران و میبینی که ببین این برادر آمده اینجا، پاسش رو گرفته، اقامتش گرفته، خونش رو گرفته، کارش هم میکنه، زنش هم گرفته، بچه هم گرفته، همه چیز با دو تا ماشین هم داره، اینم ایمانداره، منم ایماندار هستم، چرا او همه چی رو گرفته، من اونجا هنوز مثل این که الان باید بجنگم، هنوز باید بگم چی میگن عرق بریسم یا در این احساس کنم در یک بیابون زندگی میکنم. فقط میخوام، من احساس میکنم خدا میخواد واقعا امروز بیشتر در این قسمت ها با ما صحبت کنه که واقعا بدونیم که همه ما یه خواندگی مخصوصی داریم و این خواندگی ربطی داره که به خدایی که تو رو خوانده و تو رو دعوت میکنه برای این خواندگی. زمانی که به پولس میگم پولس نگاه میکنم، میبینیم که زمانی که در اول تیموتئوس باب 1 آیه 16 تا 17 اونجا نگاه میکنیم، میبینیم که یکم فوکوس میکنیم به زندگی او و اونجا در موردش نوشته که در اول تیموتئوس باب 1 آیه 16 و 17 تا 17 یا به خواهرمون شبنم گفتم خواهش میکنم این قسمت ها رو بخونه، همسرم امروز که اینجا نیست، جایش خالی، خودش توی ترکیه هست، اینجا خدمت میکنه. یا خواهش میکنم میتونی بخونی؟ از همین رو بر من رحم شد تا مسیح عیسی صبر بی پایان خود را نسبت به من که بزرگترین گناهکاران بودم نشان دهد، تا نمونه ای باشم برای جمله آنان که از این پس به او ایمان آورده حیات جاویدان خواهند یافت. بر خدای یکتا آن پادشاه سرمدی نامیرا و نادیدنی تا ابدالآباد حرمت و جلال باد. آمین. آمین. میگه که به این خاطر خدا منو انتخاب کرده، من که بدترین بودم، فقط منو انتخاب کرده که صبر بی پایان خود را نسبت به من که بزرگترین گناهکار بودم نشان دهد. اینم یک رساله هست که دیگه پولس به آخر زندگیش رسیده، یعنی اول تیموتئوس و دوم تیموتئوس دیگه آخری رساله‌ای هست که نوشته شده و بعد از اینم
خود پولس اونجا شهید میشه، یعنی به آخرین لحظه های زندگیش رسیده و اینجاست که میگه که و به این خاطر رحمت خدا به من این رحم رو کرد که صبر بی پایان خودش نسبت به من که بزرگترین گناهکار بودم نشان بده، تا نمونه ای باشم برای کسانی که به من به عیسی مسیح ایمان بیارن. یعنی زمانی که نگاه میکنیم به پولس که نگاه میکنیم یک مردی بود که واقع کلیسای خدا رو جفا میداد، چطور خدا رحمت خودش رو ریخت از پولس یک کسی دیگه کرد، یک سرنوشت جدید بهش داد، یک خواندگی مخصوصی بهش داد که خود خدا خودش با صبر خودش رحمت خودش به ما نشون بده. آمین. هیچ موقع سعی نکنیم عزیزان شروع کنیم آینده خودمون رو تصویر بکشیم چی میخواییم بشیم، بلکه سعی کنیم به این نگاه کنیم که خدا از تو چه شخصی خواهد ساخت. دوباره میگم، سعی نکن زندگی آینده خودت رو برای خودت تصویر بکشی چی میخوای یک روز بشی، بلکه سعی کن نگاه کنی به این خدایی که از تو چه شخصی خواهد ساخت. و معمولاً زمانی که ما شروع میکنیم برای خودمون یه چیزی ساختن، یه هدفی ساختن، خدا چیز مخالف هدفهای ما نیست. فقط فراموش نکنیم همه ما یه خواندگی مخصوصی داریم، یه سرنوشت مخصوصی داریم. و زمانی که برای خودت یک تصویرهایی میکشی و میخوای دنبالش بری و اینو به دست بیاری، مثل اینکه شروع میکنی جنگیدن مقابله کردن نسبت به اون سرنوشتی که خدا میخواد تو رو قرار بده. به این خاطر من بعضی وقت همینطور که خوری میزانیم شکایت میکنیم و اون موقع شروع میکنیم گفتن چرا این اتفاق مونده، چرا من باید در این جا قرار بگیرم، چرا اونها حالشون بهتره، چرا اون برکت زیادتری میگیره یا موفقتر شده. زمانی که یک شخصی برای خودش مشخص نشده که واقعا در دست خداست و همینطور هم زیر سرنوشتی که خدا آماده کرده قرار گرفته، دائما شک و ناراحتی و احساس برای احساس میکنی یه دو تاریکی راه میری. بعد یک کسی که واقعا متوجه شده خواندگیشو و میدونه، الان شاید هم هنوز نمیدونی خدا چه چیزی از تو خواهد ساخت، فقط تو خودتو زندگی خودتو قرار میدی به این سرنوشتی که خدا برای تو آماده کرده، اتوماتیک مثل پولس که میگه که مثل یک نمونه ای هستم، صبر خدا، مهربانی خدا، رحمتهای خدا ریخته خواهد شد توی زندگی خودت زمانی که تو تصمیم بگیری زیر سرنوشتی که خدا برای تو آماده کرده برای آیندهت قرار بگیری. متوجه شدین؟ و هیچ چیزی در زندگی تو که اتفاق میفته عزیزان از خدا پنهان نیست. خدا از همه چی اطلاع داره. خدا هنوز تو رو خدای شخصیت خدا اینه یا اصلا ماهیت ذات خدا. چند بارم توی کلیسا من موعظه کردم گفتم که قبل از اینکه خدا یه کاری شروع کنه آخرش رو میبینه. ما انسان زمانی که کاری شروع میکنیم و همینطور جلو میریم به یه جایی میرسیم ببینیم که میشه یا نمیشه، این هدفی که دارم، این نقشه‌ای که دارم الان به دست میارم یا نه. خدا فرق میکنه، خدا آینده رو مثل اینکه آماده میکنه و بر میگرده و اینجا با تو شروع میکنه و به این خاطر مطمئنه او به هدف خواهد رسید. متوجه هستین؟
زمانی که خداوند میگه آدم رو آدم رو خلق کنی به صورت ما، موافق شبیه ما، که سلطنت کنن، چون دیگه میدونست یک روز اتفاق خواهد افتاد. این دیگه همه چی برای خدا آشناست و قرار گرفته. این خداست، اینطوریه. ما نمیدونیم. به این خاطر زندگی پولس که نگاه میکنیم، زمانی که زمانی که کلیسا رو جفا میداد و همینطورم خرابکاری میکرد، خداست که اون موقع میدونست از او چه مردی خواهد ساخت. و زمانی که الان آمد و عیسی مسیح ملاقات کرد با او، با یک نوری که واقعا سه روز کور شد، اونجاست که پولس به این سرنوشتی که خدا برایش آماده کرده افتاد. و بعد از این نتیجهشو میبینیم چقدر باعث برکت شد. و خوبیش اینه که عزیزان، این موعظه رو میکنم، این تعلیم رو که میدم عزیزان، چون واقعا من خودم تو این قسمت ها زندگی میکنم و واقعا میبینم که چه آزادی هست، چه غیرت هست، چه قدرت هست، چه شادی. امروز هم همینطور خواهرمون رومینا در مورد شادی صحبت کرد، چقدر شادی هست در این قدم برداشتن، زندگی کردن در سرنوشتی که خدا برای تو آماده کرده برای آینده. بدون اون ما نمیتونیم به اون هدف برسیم. یا تو خودت افسار زندگی خودت یا افسار سرنوشت خودت به دستت گرفتی، به هدف خودت میخوای برسی. برحال خدا دوستت داره، عاشقانه دوستت داره، خونش رو ریخته، گناهت رو آمرزیده شده و همینطور هم حیات جاودانی رو داری، جهنم، در جهنم برای تو بسته شده. راحت باش. فقط برای خدا، برای تک تک ما یک خواندگی، یک سرنوشتی داره. و زمانی که قرار میگیرم در این سرنوشت، هر اتفاقی تو زندگیت بیفته، هر حمله هایی میشه، هر کسی هم میخواد بیاد تو رو بکشه، اونجا عیسی مسیح میاد، اونجا میسته که چرا منو جفا میدی؟ این پسر منه که خاندگی داره و من او رو به آخر خواهم رسوند. هیچ کسی نمیتونه جلوی تو بیسته. زمانی که تو در سرنوشتی که خدا آماده کرده اونجا قرار گرفتی. پتروس رو که نگاه میکنیم، که به هر حال میبینیم که خودش همون سه بار عیسی مسیح رو انکار کرد، و بعد از اینم که عیسی مسیح از مردگان برخاست، به پتروس هم اون جایی که هست که میگه که دوستم داری، و سه بار بهش گفته که دوستم داری، بعد از اینم گفته که پتروس، تو زمانی که جوان هستی خودت هر کاری میخوای انجام بدی، زمانی که پیر شدی دیگه تو رو خواهم بست و جایی خواهند برد که تو دوست نداری. یعنی میگه که در این قسمت میخواد به پتروس بگه پتروس تو شهید خواهی شد. اونجایی که گفتی توی اتاق قلم به سلم به من برای تو میمیرم، یا و اونجا اصلا شکست خوردی، فقط واقعا یک روز خواهی مرد. فقط الان آمادگی رو نداری. جا فرار کردی، سه بار منو انکار کردی. فقط من از تو یک کسی میسازم، تو سرنوشت خودم قرار میگیرم و یک روز اونجا شهید خواهی شد. و اگه باب 12 امثال امور رسول رو میخونیم، میجا میگه که هرودیس یک اونجا تو اورشلیم هم یه جفای افتاد، هرودیس برداشت برادر یوحنا مارکوس رو کشت و تمام قوم هم خوشحال شدن، گفتن که این مسیحا رو بکشیم. و بعد از اینم پتروس رو گرفتن انداختن توی زندان. خوندین باب 12 است. انداختن توی زندان که روز بعد بیان اونجا محکومش کنن، شهید، یعنی بکشنش. فقط وقتش برای خدا نرسیده بود. خدا گفته من با پتروس الان کارهای زیادی دارم. توی زندان و با زنجیرها بسته، همونطورم زندانبانم اونجا بودن،
سه تا درایی بود. بعد نصف شب فرشته آمد، زنجیر رو چیز کرد، پاره کرد و گفته پتروس بیا. پتروس هم چی؟ مثل احساس میکرد تو خوابه. همینطور راه میرفت، گفته بیا منو پیروی کن. و بعد از یک اولین در، دومین در، و بعد از این یه دروازه آهنی بود، از این دروازه آهنی بیرون آورد و گفته که الان برو. و پتروس هم واقعا اونجا کلام خدا میگه که میرفت و فکر کرد خواب میبینه. جالبه، من واقعا خیلی لذت بردم از این. بعضی وقت خدا جایی قرار میگیره واقعا احساس میکنی خواب میبینی. اونقدر باور نکردنیه. بعد از این یهو زمانی که خودش هم دید توی چیز، توی راه قرار گرفته بود بیرون از زندان، بعد از این گفته واقعا یه فرشته آمد منو بیرون آورد. این معجزه هایی هست که اتفاق میفته توی یه کسی که واقعا در این راه سرنوشت فکر خدا قرار گرفته. هیچ چیزی نمیتونه تو رو از این راه، از این سرنوشت بیرون کنه، چون اون خدا، این پادشاه پادشاه، رب بلربا برای تو ایستاده و یه برنامه برای تو داره. به این خاطر بعضی وقت که این کلام رو خود پولوس هم که می نویسه، می دانیم که به جهت آنانی که خدا رو دوست دارن و به حسب اراده او، بعضی وقت این لغت رو میگذاریم کنار، می دانیم که به جهت آنانی که خدا رو دوست می دارن به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیز برای خیریت ایشان هم با هم در کار می باشد. یا بعضی وقت به هر حال ما این حرفا رو میزنیم و خیلی خوبه این کلام رو، آیه ها رو واقعا اعلام کنیم روی زندگی خودمون. یا فقط باید هم حقیقتا بدونی که باید واقعا در این راه اراده او، در این سرنوشتی که خدا برای تو آماده کرده قرار بگیری. چرا من میگم آزادی هست توش؟ چرا میگم در این قسمت شادی هست توش؟ تو میبینی که تو یک جای قرار گرفتی، یک جای امنی قرار گرفتی که خدا برای تو آماده کرده و هیچ کسی نمیتونه جدا کنه تو رو از این راه، چون راه، راه پادشاهیه، ساختن پادشاهی خداست. اونجا خدا شوخی نداره، هر کسی هم بیاد اونجا همه رو از بین میبرد که تو رو درست هدایت کنه. به این خاطر میگم آرامش توشه، هر اتفاقی میفته. پس زمانی که باور کنم و میدونم توی قلب خودم در راه هستم، اون موقع میتونم بگم خداوند هر چیزی هم الان اتفاق بیفته، در روح من میدونم در دستای تو هستم، به این خاطر آروم هستم. حتی هم الان 10 دقیقه دیگه سکته قلب کنم بمیرم، اگه سرنوشت من اینه بیام بجنگم، گوش میکنی؟ به این خاطر بعضی وقت خدا اجازه میده که اتفاقاتی توی زندگیمون میفته، نه اینطوری ما رو اذیت کنه، بلکه کارهایی در ما انجام بده. به این خاطر پولس زندگی آسونی نداشت. کسی هست اینجا میخواد، دوست داره زندگی ارمیا رو داشته باشه؟ ارمیای نبی؟ از بچه که خوانده شده بود. باب 1 میگه، خداوند میگه که من از رحم مادر تو رو انتخاب کردم. اونم گفت من نمیدونم صحبت کنم، یه کسی دیگه رو بفرست من دادادادادا. بعد این گفت من تو رو انتخاب کردم. و بعد از این چه کارهایی شد. یعنی واقعا میتونم بگم من اصلا نمیخوام زندگی ارمیا رو داشته باشم. فقط اگه خدا بگه که هست، پس میدونم همه چی رو برای من آماده خواهد کرد. قدرت، اقتدار، صبر، ایمان، یک صورت چی میگن آهنی، که هر کسی که بیاد یک کاری انجام میده شکست، یعنی شکست نخورم، چون خداست که خوانده، خدا هم همینطور همه چی رو آماده میکنه. بعد به هر حال من ارمیا رو دیگه کافی خدا بست.
در فیلیپیان باب 4 آیه 11 و 12 اونجایی که زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم و چی؟ و ذلت میگن؟ ذلت را میدانم و دولتمندی را هم میدانم، در هر صورت و در همه چیز سیر و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفتم. بعد از این میگه که قوت هر چیز رو دارم در مسیح که من رو تقویت میبخشد. پولس میگه من همه چی رو میدونم، من گرسنگی رو میشناسم، سیر شدن و دولتمندی رو و همه چی رو آگاه هستم، در همه راه ها خدا من رو هدایت کرده، برای من چیزای تازه نیست. فقط یه چیزی که یاد گرفته در این راه، در این راه که زیر میگم سرنوشت خداست، اونجا میتونه بگه که نقوت هر چیز رو دارم در مسیح که من رو تقویت میکند. پس زمانی که خدا تو رو هدایت میکنه، پس هر چیزی که ما احتیاج داریم و هر چیزی که تو احتیاج داری به تو خواهد داد که بتونی پیروزمنده، زفرمنده زندگی بکنیم. این به هر حال زندگی پولس بود که یکم سعی کردم یکم از زاویه های دیگه نگاه کنیم. در دوم تیموتئوس باب 4 آیه 6 تا 8 دیگه، دومین تیموتئوس یعنی آخرین رساله‌ای هست که پولس الان می‌نویسه و اونجا به هر حال به خدا به او مکاشفه رو داده و نشون داده که ببین پولس الان تو به زودی شهید خواهی شد، زمانش رسیده. این جزء سرنوشت اوست. یا و اینجا میگه که زیرا که من الان ریخته میشوم، یعنی در این قسمت یعنی کشته خواهد شد و وقت رحلت من رسیده است، به جنگ نیکوی جنگ، من از اینجا بخونم بهتره، به جنگ نیکوی جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیدم. این دوره که خداوند برایش گذاشته، یا به کمال رسیدم، یعنی به اون آخر که خدا میخواست، به اون آخر من رسیدم، چیزی که خدا برای من آماده کرده الان زمانش رسیده. الان خدا میگه که زو الان آفرین پولس، الان برای این خدمتی که اونجا در باب 9 گفته بودم الان اینجا انجام شد و ایمان رو حفظ داشتم. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه فقط به من بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او رو دوست دارند. پس اینجا پولس در موردش چی صحبت میکنه؟ میگه که الان من دورانی که به خداوند، این سرنوشتی که خداوند به من داده الان تمام شده. الان نمیام میگم خداوند خواهش میکنم 5 سال دیگه هم 10 سال دیگه هم زندگی کنم، تو میتونی از من استفاده کنی، هنوز پیر نشدم، هنوز میتونم. خدا میگه که دیگه دوره تمام شد و خودش هم قبول کرد دیگه دوره تمام شد. فقط مهم اینه که میگه که ایمان خودم رو حفظ کردم و دوره خودم رو به کمال رسادم. و بعد از این توضیح میده باب 4 آیه 16 تا 18، اینو میتونی بخونی شبنم. و اینجا الان توضیح میده توی مشکلاتی قرار گرفته، توی دادگاه قرار گرفته بود که اون موقع به هر حال او رو محکوم کردن و شهیدش کردن، و اینجا صحبت میکنه. میتونی روشن کنی؟ بلکه همه مرا ترک کردن، مباد که این بر ایشان محسوب شود، لیکن خداوند با من ایستاده به من قوت داد تا موعظه به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر رستم، و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. 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 اینجا توضیح میده که میگه که توی دادگاه اول تک تنها بود، تمام شاگردان رو ترک کرده بودن، فرار کرده بودن،
فقط یه کسی که در سرنوشت خداست قرار گرفته، اونجا میگه من تنها نبودم. چون تو این سرنوشت عزیزان، خبر خوش میخوام بگم، تو این سرنوشتی که خدا برای تو قرار گرفته، خدا حضور داره. تک تنها. افرادی که میخوان برن توی بوندسامت برای چیز، برای اقامت، از من خواهش میکنم بینید که پاسور نمیتونی بیا اینجا کنار من باشی، یکم تسلی به من بدی، یا اینجا فقط یه دونه داوره اونجا ایستاده. میتونین الان در کنی، نه الان فقط برای اقامت اینجا، در مورد مرگه. هیچ کسی نبود و میگه که من همه رو ترک کردم، فقط من تنها نبودم، خدا با من بود. و بعد از اینم ادامه میده و میگه و خداوند من رو از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمونی خود نجات خواهد داد، او رو تا ابدالآباد جلال باد. دیگه میدونست خدا باسه. همونطور که عیسی، همونطور پولس رو رفتن شهید کردن، در این شهیدی میگن چی میگن؟ در این نه، اونجا که او را کشتن، اونجا هم همینطور خدا حضور داشت، عیسی مسیح حضور داشت. همینطور هم زمانی که نگاه میکنی به استفانوس، زمانی که استفانوس رو سنگسار کردن، تک تنها بود. فجالبش اینه که بود صورتش رو برد بالا و میگه که من الان عیسی رو میبینم، پسر خدا رو میبینم، در دست راست پدر اونجا ایستاده. گوش میکنین؟ میخوان سنگسارش کنن و اونجا خود عیسی مسیح از بالا ننشسته ها، ایستاده. گوش میکنین؟ تفاوتش چیه؟ تفاوت نشستن یا ایستادن چیه؟ احترام. یه کسی بیاد تو، برحال تو میستی، نمیشینی سلام میگی، بلکه میستی. عیسی مسیح در دست راست پدر ایستاده، به استفان نگاه میکنه، افتخار میکنه، میگه که من احترام میذارم و به جای تو که این راه رو رفتی من میستم. این خدایی هست که این عیسی مسیح هست که چقدر زمانی که در این راه هستیم محافظت میکنه، همه کارا رو انجام میده، آخرش هم با این رفتارش احترام میذاره به ما که این راه رو ما به خاطر او رفتیم. در یوحنا باب 16 آیه 33 همین عیسی مسیح میگه که اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دلخفی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمدم. این آیه هم همینطور میخونیم یا و برحال خود عیسی مسیح به شاگردانش اینو میگه که نترسین، شاد باشین، حتی من غلبه یافتم. در این دنیا مشکلات زیادی هستن، غلبه یافتم که یعنی زمانی که تو قرار میگیری در زیر سرنوشت خدا که برای تو آماده کرده برای آینده‌ات، میتونی بگی، میتونی واقعا مطمئن باشی که اینجا همون آیه باشه، من غلبه یافتم. تو هم میتونی غلبه بیابی. این راهی که من رفتم و تو هم دنبال من میایی، در همه قسمت و هر فشار، هر دردی، هر چی اتفاقی میفته، تو غلبه خواهید، تو سفرمند خواهی شد. به این خاطر عزیزان، این چیزهایی که الان قسمت‌هایی که صحبت می‌کنم، هدف من اینه که خودتون به یه جایی برسونید که واقعا فکر کنین یا در موردش دعا کنین و
ببینی که آیا واقعا سرنوشت خودت در دستش در دستت گرفتی و با زور میخوای به هدف خودت برسی؟ این کلام باید ما رو برای ما تفتیش کنی، ببینی که خدا چی میخواد با من صحبت کنه. افسار رو گرفتی و دنبال هدف خودت هستی؟ به این خاطر دایما فقط چشممون به دیگران میاد، چرا اون موفق شده، چرا اون برکت گرفته، چراها میان، و مخصوصا که خدا در راهی که میذاره نمیفهمی، تقریبا مثل یک چراغ قوه در تاریکی قرار میگیری و اصلا نمیدونی کجا میری. و زمانی که در این قسمت، این دو تا قسمت ها رو زمانی که زیر سرنوشت خدا قرار گرفتی، میگی خدا من الان من خودم رو میسپارم و میخوام در سرنوشتی که تو برای من برای آینده آماده کردی قرار بگیرم، یا زمانی که این تصمیم رو گرفتی و هر چیزایی که هست با بستگی های هست، خدا کمک میکنه که آزاد بشی، قرار گرفتی، اون موقع هست که تو ریل خدا قرار میگیری و اونجاست که بر تمام این چیزایی هست که تو آرزو داره، آرامش، شادی، و مخصوصا در قسمت هایی که در قسمت هایی هست که تو فشار میفتی، مثل پولس در فیلیپیان، کتاب فیلیپیان رو مینویسه، از زندان مینویسه، اینم چند بار اونجا موعظه شده، یا توی زندان مینویسه و به ایشون میگه که ببین شاد باشین، و دوباره به شما میگم شاد باشین، در خدا رو پرستش کنین، برای همه چیز دعا کنین، خدا رو پرستش کنین و شاد باشین. نمیخوام طوری صحبت میکنه، فارسیش نمیدونم، خسته نمیشم از به شما دوباره بگم شاد باشید. خودش توی زندان داوری منتظر اوست، فقط این شادی میاد زمانی که میدونه که زیر سرنوشت خدا قرار گرفته، خدا از همه چی آگاهه و خدا میدونه چه چیزایی ما لازم داریم به ما خواهد داد. آخرین آیه مزمور 139 که مزمور 139 هست که داوود نوشته، میشناسی نه؟ فقط میخوایم یک قسمت رو فقط بخونیم، فقط اونجاست که داوود میگه که کجا برم از تو، هر جایی که میرم تو اونجا حضور داری، میرم بالا آسمون تو اونجا هستی، میرم زیر زمین تو اونجا هستی، نمیتونم از تو فرار کنم، فکرهای تو اونقدر زیباست من نمیتونم بفهمم. این سرنوشت زمانی یه کسی که واقعا وارد این بود سرنوشت خدا که برای تو داره وارد شدی، خواهی دید هیچ چیزی حتی نمیفهمی، فقط میدونی این آرامش دست خدا رو در زندگی تو میبینی. و اینجا نوشته چشمان تو جنین من رو دیده هست و در دفن تو دفتر. چی؟ دفتر تو. آه دفتر تو، یا دفتر تو چی؟ همه اعضای من نوشته شده در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها وجود نداشت، همه روزهایی که برایم، یا این چیز بود، کتاب قدیمی بود، من کتاب عصر جدید یا 1009 جا نوشته همه، یا اینجا همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آن که هیچ یک هنوز پدید آمده باشد. آمین. چشمان تو جنین من رو دیده هست و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده، در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها وجود نداشت، هنوز تو نبودی، خدا این نقشه رو برای تو کشید و کتاب رو نوشته. نجات ما زمانی که عیسی مسیح خودش میگه شما منو انتخاب نکردید، بلکه من شما رو انتخاب کردم، و بریم و ثمره بیاریم، ثمره شما بمونه و همینطور پدر آسمانی شما جلال بیابه. خداست که ما رو انتخاب کرده، فقط ما هستیم که الان ما یا با سرنوشت خودمون میجنگیم یا تسلیم میشیم، میگیم خداوند واقعا من میخوام وارد این سرنوشتی که تو برای من آماده کردی قرار بگیرم. این چ...
چیزی هست که پیامی هست که خداوند در قلب من گذاشته که شروع کنیم بیشتر در این قسمت‌ها تو این روزها دعا کنیم و خودتون تفتیش کنیم ببینید که کجا هستی، توی سرنوشت خدا هستی، سرنوشت خودت هستی، خودتو مقایسه میکنی به برادر خواهرها، یا افرادی هستن که خواندگی نمیخوام بگم کمی دارن، خواندگی همه مهم هستن، تو بدن همه اعضای بدن مهم هستن و بعضی وقت ما اینجا تعلیم ها میخوایم بدیم، میگیم که ببین اگه تو خواندگی نداری برای مثال بگم شبانی یا برای رهبری با چیز دنبالش نرو، چون وارد یه بخشی میشی که تو نباید باشی، تو اصلا نمیتونی، خدا به تو این چیزا رو قدرت رو و هر چیزی که احتیاج داری نخواهد داد. به این خاطر ما باید نگاه کنیم که خواندگی من کجاست، سرنوشت من در این قسمت زندگی خودم در این دنیا کجاست، اینو باید جستجو کنیم. به این خاطر جنگ ها کمتر خواهند شد. مقایسه احتیاج نیست با هم دیگه بکنیم و اون موقع هست که بیشتر هم حتی شروع میکنیم احترام گذاشتن، چون زمانی که نگاه میکنم الیزا در سرنوشت خدا قرار گرفته باعث برکت من میشه، امیر زیر سرنوشت خدا بشه باعث برکت من میشه، فقط من احتیاج نیست مثل امیر باشم، من جایگاه خودم رو دارم، خدا به من فیض بزرگی بخشیده، فیض ایمان بخشیده، اگه این ایمان رو نبخشیده بود و خیلی وقت پیش کلیسا رو ترک کرده بودم، مثلا رفته بودم یه خدمت خودم رو ترک کرده بودم، از اول خدا این ایمان رو بخشیده که بتونیم اینجا کلیسا بنا کنیم و خیلی توی فشارا افتاده بودم، این کلیسا خیلی توی جفاها قرار گرفته بود، تنها چیزی که در این کلیسا نگه داشت ایمان بود، اعتماد بود که خدا هست، خدا کار خودش انجام میده. این آخرین چیزی است که آیه نیست بلکه اینجاست که عیسی میگه که چیزی که بود امروز نوشتم، تو میتونی سرنوشت و آینده را با آرامش و ایمان به دست امین من بسپاری و به من اعتماد کنی، من از قبل آینده تو رو برایت نقش بستم و تکمیل کردم، از قبل سرنوشت تو رو به کمال رساندم. این چیزی بود که زمانی که موعظه رو آماده کردم احساس کردم خدا اینو میخواد به تو بگه، این با کلامای خودم که عیسی به تو میگه که تو میتوانی سرنوشت آیندت را با آرامش و ایمان به دستای من بسپاری و من و به من اعتماد کنی، من از قبل آینده تو رو برایت نقشه بستم و تکمیل کردم، از قبل سرنوشت تو رو به کمال رساندم. آیا ما اونجا قرار میگیریم یا نه؟ این دیگه تصمیم شماست عزیزان و من همینطور. من میتونم بگم واقعا این خبر خوش عزیزان، زیباترین چیز میتونم به واقعا به شما بگم عزیزان، نمیخوام با درد و چیز از اینجا بریم، بلکه واقعا با کمال خدا شاهده با چه قلبی من به شما میگم، زیباترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته که زیر سرنوشت خدا قرار بگیری. واقعا اونجا زمانی که پولس رو نگاه میکنه فقط اینجا شروع میکنه به پرستش کردن، جلال بر این خدای نادیده، این خدا در این زمان صحبت میکنه، چون به شناخت خدا رسیدی در این راه و من میخوام به شناخت خدا برسم، اینم فقط به شرطی که من در سرنوشتی که خدا برای من آماده کرده قرار بگیرم. آمین. با هم دعا کنیم یه لحظه، شاید کلام رو کشینه یکم در مورد این قسمت خودت فکر کن، آیا شاید اصلا بار اولی که در مورد سرنوشت شنیدی و خودت رو تفتیش کن ببین، شاید خودت خیلی مقایسه میکنی به دیگران،
این نشانه اینه هنوز مثل این که خودتو پیدا نکردی. و همینطور نگاه کن آیا واقعا سرنوشتت در دست خداست، مطمئن هستی یا مطمئن نیستی، و میتونی با کلام خودت الان همینطور با خدا یک دقیقه همینطور صبر کنیم، خودتون صحبت کن و بعد از این من دعای آخر خواهم کرد. خداوند تشکر میکنیم عیسی مسیح، ممنون هستیم که دایما یا میخوای ما رو بیدار کنی خداوند، نشون بدی خداوند که چه چیزهای عالی منتظر ما هستن، چقدر خداوند تو تمام کارا رو انجام میدی، عملهای انجام میدی، اماده میکنی خداوند که خودت رو به من نشون بدی و همینطور من رو ببری به اون سرنوشت عالی که برای من آماده کردی، که هیچ کسی نمیتونه ما رو جدا کنه، هر طوفانی بیاد، هر مشکلی بیاد، هر تیرای این دنیا بیان خداوند، تو اون هست که جلوی ما میستی، افتخار میکنی خداوند، شکرت میکنم عیسی جان که در این راهی هست که میتونیم واقعا این تو مزمور میگه که شب میتونم بخوابم صبح بیدار میشم و خدا اونجاست، که هیچ احساس تنهایی نکنیم، احساس ترچوبگی نکنیم، بلکه ببینیم در همه مشکلات ها که همه هم ما رو ترک کنن، خداوند با من بود، خداوند با من هست. اینا نه فقط با عقل من باید که با هم با تمام قلبمون بتونیم ببینیم، در هر جایی که مشکلاتی هست بتونیم بگیم یا قوت همه چی رو دارم که من رو تربیت بکنم. شکرت میکنیم خداوند، مرسی که مخصوصا در این زمان آخر ما رو هدایت میکنی خداوند که بتونیم در اینجا قرار بگیریم، مخصوصا میبینیم که در این دنیا واقعا این فشارهایی که هست، این که تمام نظم این دنیا هم یواش یواش به هم میریزه و تو دوست داری ما همه خداوند در آینده ما در زیر سرنوشت تو باشه خداوند، و مرسی که چشمای تو برای تک تک ما بازه خداوند، افتخار میکنی زمانی که ما تو این راه هستیم چقدر خوشحال هستیم و چقدر همه برکت هایی که ما احتیاج داریم خداوند به ما خواهی داد. خداوند دعا میکنم تک تک ما، منم همینطور توش هم هستم، روح قدس تو بیای خداوند و خداوند این اطمینان رو، این ایمان رو خداوند ببخشی، خداوند که این افسار خودمون رو برداریم بگذاریم کنار، بگیم خداوند من تصمیم میگیرم، من تصمیم میگیرم با تمام وجودم بیام زیر سرنوشتی که تو برای من آماده کردی. این دعا رو میکنم خداوند، و این خداوند این مهر رو به وسیله روح القدس توی قلب ها بگذار خداوند. خداوند در هر ضعف، در هر مشکل، در هر فشار، در هر شکستگی بدونیم که دست تو اونجاست که ما رو بلند کنه.
که هیچ چیزی نمیتونه ما رو کوچیک کنه و ما رو بندازه. خداوند شکرت میکنیم خداوند، جلال تو یا نام تو رو جلال میدیم خداوند، و ممنون هستیم از این فیضی که با ما امروز هم صحبت کردی و هدایت میکنی. چون ما در نام تو عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین.